تو این ویدیو قصد دارم یکی از بهترین محصولات HP یعنی ویکتوس 16 رو معرفی کنم که تا 45 میلیون میتونه یکی از انتخابهای شما قرار بگیره. پیشنهاد میکنم این ویدیو رو هم تا انتها ببینید. سلام و عرض ادب خدمت همه بیننده های محترم. لپتاپی که توی تصویر ملاحظه میکنید ویکتوس 16 هست با کد D1002NE. ویکتوس 16 اولین بار 2 سال پیش رونمایی شد و اولین محصول اقتصادی گیمینگ HP بود که یه سری نقاط قوت و یه سری نقاط ضعف داشت، از جمله قیمت خیلی مناسب نقاط قوت و نمایشگر 60 هرتزی و وزن زیاد از نقاط ضعف این دستگاه بود. اما الان بعد 2 سال یکی از گرونترین سری های ویکتوس یعنی ویکتوس 16 تمام ایراده قبلیش تقریبا میشه گفت گرفته شده و یه نسخه شست و رفته و کاملی ما اینجا داریم. اول اینکه این ویکتوس 16 که اینجا جلوی روی منه چند تا ویژگی بولد نسبت به ویکتوس 15 داره. اولین ویژگی اینه که نمایشگر این دستگاه 16.1 اینچ فول اچ دی IPS 100% sRGB پشتیبانی میکنه. یعنی به طور خلاصه بخوام بهتون بگم یه سرگردن از نمایشگرهای ویکتوس 15 بهتر و دقیق‌تر رنگش. نکته بعدی باتریشونه که باتریای ویکتوس 15 54 وات ساعت بود، اما ویکتوس 16 باتری شده 70 وات ساعت 4 سلولی که ادعا کرده HP 6 ساعت و 30 دقیقه روی پخش فیلم قراره که به شما شارژ دهی کنه، ولی این ادعا کذبه و خودمون هم میدونیم بیشتر از 2 3 ساعت با این پردازنده شما نمیتونید کار انجام بدید. و ویژگی سوم و تفاوت عمده پردازنده و رم هایی که روی این دستگاه 16 قرار گرفته مشابه اومن ها یا همون سری های اند گیمینگ HP. حالا بحث سخت افزارش رو بخوام اگه بهتون بگم، پردازنده i7 12700 داره. همونطور که میدونید بهترین i7ی که تا الان روی لپتاپ ها قرار گرفته 12700H. پردازنده 14 تا کور داره با 20 تا ترد و یکی از بهترین پردازنده‌هایی که معادل 26000 بنچمارکشه. i9 نسل 11 هم از این پردازنده ضعیف داره. اما 16 گیگ رم این دستگاه به اسم و روی کاغذ همون 16 گیگی است که روی ویکتوس 15. بعد یه تفاوتی رو خدمتتون عرض کنم که این هم یکی از بهترین نقاط قوت ویکتوس 16 است و اونم اینه که این دستگاه رمهاش DDR5ه. ما تو ویکتوس 15 اینچ اول اینکه i7 12650H داشتیم، یعنی CPU با اینکه نسل 12 سری H بود اما یه خورده ضعیف‌تر بود و همینطور رمها DDR4 بودن همچنان، اما این دستگاه رمش DDR5 شده. بای دیفالت یعنی پیش‌فرض کارخونه این دستگاه 1 TB SSD داره و خب این مقدار هم مثل همه دستگاه گیمینگ دیگه قابلیت ارتقا داره. و گزینه خیلی خیلی عالی این دستگاه گرافیک RTX 3050 4 گیگیه. حالا با خودتون میگه چرا عالی؟ چون 95 واتیه. ما قبلتر RTX 3050 Ti روی ویکتوس 15 داشتیم که قیمتش هم به مراتب خیلی از این دستگاه ارزان‌تر بود. اما در نظر داشته باشید که اون RTX 3050 واتجش از این پایین‌تر بود و عملکرد این 3050 رو قطعاً نخواهد داشت. متاسفانه همچنان وزن دستگاه 2460 گرمی که وزن نسبتاً زیادیه برای لپتاپ، اما خب باید اینا در نظر بگیرید متریال و کیفیت ساخت دستگاه واقعاً عالیه، حس خوبی موقع کار کردن بهتون میده. یه کیبورد فول ساده مثل دفعه های قبلی رو دستگاه، سیستم صدای قدرتمند بنگ اند آلفسن، نمایشگر فوق العاده با کیفیت نسبت به نسل قبلی و رنگ یه خورده مایل به سرمه‌ای از ویژگی‌ها و تجلی‌ها و تغییرات اصلی است که این دستگاه نسبت به ویکتوس 15 داشت. بعد در مورد کولینگ بهتون بگم که کولینگ ویکتوس ها به مراتب از تمامی گیمینگ‌های اقتصادی از جمله ایسوس های تاف و گیمینگ تری لنوو به مراتب خیلی خیلی بهتره، چرا که اچ پی به جرئت بهترین کمپانی برای رفع دمای زیاد دستگاه. از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید متشکرم.